من آسمونم، لباس شب می پوشم تا تو آروم تر بخوابی، تا تو آروم تر بخوابی. من بادم میونه شاخه ها می وزم تا تو شادتر بخوابی، تا تو شادتر بخوابی. من بارونم از ابرام می بارم تا تو زیباتر بخوابی، تا تو زیباتر بخوابی. من خوابم روی چشمات می نشینم تا تو بیشتر بخوابی، تا تو بیشتر بخوابی. قصه خر و گور خر. روزی روزگاری خر تنبلی بود که اصلاً دوست نداشت کار کنه. اون توی روستای قشنگ زندگی میکرد و صاحبش هم فرد مهربون و زحمتکشی بود که خیلی اونو دوست داشت. صاحب خر همیشه برای اون علف تازه و خوشمزه میآورد و بهش مهربونی میکرد. خر با اینکه اون همه از صاحبش مهربونی میدید، بازم کار نمیکرد و دوست داشت برای خودش هر کاری که دوست داره بکنه. خر عزیزم، بیا زودتر غذاتو بخور، میخوایم بریم، کار داریم. من نمیام، الان میخوام بازی کنم. چی؟ آخه قربونت برم، همه کارا مونده، باید کیسه‌های گندمو کمک من بیاری شرط بفروشیم. حواسمو پرت کردی، بازیم خراب شد. خیلی خوب، بازی تو بکن بعد بیا بری. نمیشه، بعد از بازی میخوام برم گردش. آخه من که دست دهنا نمیتونم چارت کیسه رو ببرم شهر. خب یکی یکی ببر. پس تو اینجا چی کاره ای؟ علوفه تازه که بهت میدم، جای خواب راحتم که داری، آقل به این تر تمیزی هم که وسط درست کردم. خب در مقابلش باید برای من کار کنی. ای بابا، چرا دست از سرم ور نمیداری؟ اصلا چرا کیسای گندم رو نمیذاری رو پشت گوسفنده؟ اون همش میخوره و میخوابه. بذار یکم هم اون بار ببره. آخه عزیز من، گوسفنده که واسه این کار ساخته نشدن. نکنه فکر کردی منم باربرم. ببین منطقی باش، من باید گندم رو ببرم شاید بفروشم تا بتونم واسه تو یونجه بخرم دیگه، یونجه که دوست داری. یونجه؟ باشه، ولی فقط همین یه دفعه ها. باشه، بیا بریم. بس دیگه، من دوتا کیسه بیشتر نمیبرم، میترسم کمرم درد بگیره. ای بابا، اینطوری که نمیشه، کیسه ها چهار تا هستن. پس میگی من با این دوتا کیسه چیکار کنم؟ من نمیدونم، این دیگه مشکل خودته. باشه، من حرفی ندارم، ولی اینجوری مجبوریم دوباره این راه بریم و بیاییم. حالا ببینم چی میشه، قول نمیدم، زود باش بزن بریم. دارم از وقت بازی میزنم. بالاخره اونا به طرف شهر را افتادن و برای رسیدن به اونجا مجبور بودن از دشت بزرگی رد بشن. چند ساعتی که راه رفتن رسیدن به وسط دشت. خر که عادت به کار نداشت و خیلی خسته شده بود با خودش گفت: وای چه دشت بزرگ و قشنگی، مثل حیات خونمون کوچیک نیست و میتونم هر جا دلم خواست بود و همو بکنم. الان بهترین فرصت که از دست صاحبم فرار کنم و راحت تو این دست زندگی بکنم. خر اینو گفت و ناگهان کیسه ها رو از پشتش به زمین انداخت و پا به فرار گذاشت. کجا؟ آهای وایسا ببینم کجا داری میری. صاحب خر طفلی هر چی دنبال اون دوید بهش نرسید و بالاخره خسته شد و وایسا. برگرد. آخ 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 خر نادون، حالا چیکار کنم؟
مجبورم خودم کیسای گندم بذارم روی کولم و با هر سختی از بخونم برگردم. خر که دور شدن صاحبش رو تماشا میکرد گفت: آخ جون، بالاخره خلاص شدم، دیگه لازم نیست برای اون کار کنم، حالا دیگه وقت بازیه. خر جست و خیز کنان در دشت براه افتاد. اون رفت و رفت تا جایی که دیگه روستا رو ندید و تنهای تنها شد. وای انقدر بازی کردم که گشنم شد. وای اینجا رو نگاه، چقدر علف تازه. اون وقت تو روستا من باید هر روز منتظر میموندم تا صاحبم برام یکم علف بیاره. عجیبه، انگار هیچ کس اینجا زندگی نمی کنه. چه بهتر، برای خودم هرچی خواستم می خورم و بازی می کنم، کسی هم مزاحمم نمیشه. سلام. این دیگه چجور خریه؟ چرا اینقدر خط خطیه؟ اون با دیدن خر غریبه به یاد بچگی خودش افتاد که به جای اینکه روی کاغذ نقاشی کنه خودشو خط خطی میکرد. نکنه اینم مثل من از خونه فرار کرده؟ بیچاره انگار خیلی کثیف شده. تا اینجا چی کار میکنی خره تنها؟ تو اینجا چی کار میکنی خره کثیف؟ چند وقت هموم نرفتی؟ مثل اینکه تو تا حالا گورخر ندیدی. مگه تو خر نیستی؟ چرا، منم یه جورایی خرم. اگه خری پس چرا مثل من نیستی؟ یعنی تنت چرا راه راهه؟ به من میگن گورخر. ما خرای دشت و بیشه ایم و آزاد زندگی میکنیم، ولی تو از اون خرایی هستی که توی روستاها و شهرها زندگی میکنن. ما با هم فرق داریم. پس شما گورخرا همه اینطوری خط خطی هستی؟ من خیال کردم تو خودتو کثیف کردی که اینجوری. این خطای سیاه و سفید روی تن همه ما گورخرا هست. ما با اینا خودمون از دید دشمنا پنهان میکنیم. نگاه کن دشمن. آره دیدی، جالب بود نه؟ آره درسته که ما یکم با شما فرق داریم، ولی مثل شما سبزا و علف میخوریم و با صدای بلند ار ار میکنیم. راستی تو اینجا کار نمی کنی؟ نه، برای چی کار کنم؟ منم اومدم اینجا تا مثل تو زندگی بکنم. میخوای مثل من زندگی کنی؟ خب آره دیگه. مگه میشه؟ ما گورخرا اینجا به دنیا اومدیم، به شرایط اینجا عادت داریم. خب منم تنم رو رای میکنم و مثل تو راه را میشم، دیگه فرقی با هم نداریم که. شما خرا که نمیتونین مثل ما زندگی کنیم. آخه چرا؟ اصلا ببینم، چرا از روستا اومدی اینجا؟ نکنه صاحب بدی داشتی ها؟ نه، اتفاقا اون آدم خیلی خوبی بود و همیشه به هم مهربونی میکرد، ولی باید همیشه براش کار میکردم. پس تو به دشت اومدی که کار نکنی؟ آره؟ خب آره، مگه چه اشکالی داره؟ اینجا که راحتتر و بهتره. مگه خرم برم تو روستا؟ ها؟ چی گفتی؟ هیچی بابا. برای گلای من، همین که اون دوتا داشتن با هم حرف میزدن یه دفعه یه شیر اونا رو دید، اون زورش رو جمع کرد و یه دفعه به طرف خر و گور خر دوید. شیر شیر زود باش فرار کن. ای وای، شیری جا چی کار میکنه؟ آهای آهای، کجایی کجایی؟ من اینجام قایم شده. حالا من چی کار کنم؟ گفتم که اینجا با روستا فرق داره، اینجا پر از خطره و تو نمیتونی مثل گورخرا زندگی کنی. اینجا شیر داره، شیرها عاشق گوشت خرن. مواظب باش. عجب غلطی کردم، از خونه دور شدم. خر که تو اون موقع شیر رو از نزدیک ندیده بود داشت سر ترک میشد، ولی از ترس اونقدر دوید که خودش هم نفهمید چطوری به روستا رسید. دفعه شانس آوردی، دفعه بعد ببینم ات یه لغمه چپت میکنم.
عجب اشتباهی کردم. شان سوارده نزدیک بود منو بخوره. نخیر، مثل این که جای من همینجاست. اون بیرون برام خطرناکه. اون که از کارش پشیمون شده بود با خجالت به سمت خونه رفت تا از صاحبش عذرخواهی کنه. توی برگشتی خر عزیزم، خیلی برا دلواپس شده بودم. چربنده منو ببخش، دیگه از این کارا نمی کنم. تو خیلی مهربونی. ای قربون خرم برم. بله عزیزانم، خر به اشتباهش پی برد. پس اون به بعد تصمیم گرفت توی روستا بمونه رو خوب کار کنه و از صاحب مهربونش فرمان ببره. آره، هر چهار تاشو بذار رو پشتم، خودت هم بشین اون بالا تا بری. نه بابا، این چه کاریه؟ میترسم کمر درد میگیره. تعارف میکنی ها، بشین دیگه. از دست تو. خیلی خوب، بریم خر خوبم. خب گلای من، وقتش رسیده که بگم قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. گل روی زمینی، خوابای خوب ببینی. شب بخیر عزیزانم.